سلام به روی ماه همه شما دوستان همیشگی خودم. عرض کنم که بالاخره مام جواد زخیم کارچاقکن ریشبازی نظام از نیویورک برگشت و با همون خنده های مکش مرگ ماش رفت تو کار ماسمالی کردن اتفاقات نابجای نیویورک. بی اعتمادی مردم ایران به آمریکا و دیگر بازیگران این حوزه بی اعتمادی ریشه داریه و باید وارد یک مرحله‌ای بشیم که قدم به قدم انشالله تلاش بکنند این بی اعتمادی رفع بشه. خب اینو که معلوم از ترس لنگه کفش گفتی تا جون خودت به سیدعلی و دار دستش نشون بدی تو هم به شیطان بزرگ بدبینی. ویلکوم بابا عبدالله. شوتک جلوی ما دیگه قیف نیا، اصل حرفو بزن. من همینجور از اول برنامه صدا معلومه که خیلی معلوم نیست یاری بکنه، به دلیل اینکه تو این دو هفته اونقدر من حرف زدم که علی‌رغم اینکه آدم حرفی هستم ولی دیگه کم کم تارهای صوتی کمک نمیکنن به صحبت کردن بنده. چطور واسه مخوری نظام سلطه تارهای صوتی یاری میکرد؟ اما به تلویزیون سیدعلی که رسید نطقت کوب شد. این حرفا نیست، الان دل همه جک و جونورای نظام واسه مذاکرات آینده تو و پنج به علاوه یک مثل سیر و سرکه میجوشه. تو و تارهای صوتی اونجا بالاخره چه غلطی میخواید بکنی؟ این رو به من اجازه بدید که ما مذاکره رو پشت میز مذاکره انجام بدیم. چرا من اینو میگم؟ بخاطر اینکه اگه من اینجا خدمت شما یه چیزی عرض بکنم حتما وقتی میرم پشت میز مذاکره مجبورم یا کمتر یا بیشتر از اون رو اونجا از من توقع داشته باشن. بابا تو دیگه چه قالتاقی هستی؟ میخوای بری مثل داستان تلفن با یه بیراش سیدعلی رو دور بزنی بعد اسمشو بذاری یا کمتر یا بیشتر؟ ببین شربت مداری تابلوی دور زدن ممنوعه رو بالا برده ها. این واقعیت که مردم شریف این مرد و بوم همه حرکت ها و اقدامات مسئولان را با شاغول و معیار نظرات امام و حضرت آقا ارزیابی می کنند هشداری جدی به کسانی است که خیال خام دور زدن خط نورانی حضرتش را در سر می پرورانند. مام جواد داره به تو و حسن فرفره و اکبر کوسه میگه ها. آب میخوری باید از سیدعلی اجازه بگیری چه برسه به تلفن و اسکایپ و بعدم بالا انداختن جام زهر. اصلا بگو ببینم وقتی برگشتی اول وقت رفتی دست بوس عظما یا نه؟ اول صبح اول وقت خدمت مادرم رسیدم که وظیفم بوده که خدمت ایشون شرف یاب بشم. به به این همه سیدعلی گفت ما از دیپلماسی نظام حمایت میکنیم بعد آقا اول صبح رفته پیش مامان جونش. خب حالا به مامان جونه چی گفتی؟ ما پشت میز مذاکره راجع به اصل غنی‌سازی مذاکره نخواهیم کرد. غنی‌سازی در ایران حفظ خواهد شد. این که معلومه، سیدعلی هم همینو میخواد. میخواد تحریما رو از رو خرخرش برداره، غنی‌سازیش هم بکنه. اما شطور در خواب بیند پنبه دانه. فعلا همه عرازل و اوباش نظام از ترس ترکیدن انبار بارود چارچنگولی افتادن رو مذاکرات آینده. تو هم با این ریش نیمبنده برو ببینیم میتونی جام زهر رو با حلق سیدعلی آشتی بدی یا نه. این عظمای داغون با یه قطره زهرم کله پاس، چه برسه با جامش. Thank you.
شکار.